در افغانستان گیر ماندم. چگونه از این کشور خارج شوم؟ پاسخ به سوالات شما در مورد پناهندگی به هالند یا نیدرلند. همکاران این کشور چگونه اپلای بکنند؟ اینجا صفحه رسمی دولت هالند در مورد افغانستان است که اگر شما روی ازی کلیک کنید I am an Afghanistan I want to leave the country سرزی کلیک کنید یک سلسله معلومات ارائه میکنه. شما اگر شهروند نیدرلند هستید شما چه قسمی کشور را ترک بکنید زمینه هایش فراهم شود و اگر شما مترجم هستید یا ترجمان های قبلی هستید میتونید روی ازی کلیک کنید. یک اپلیکیشن باز میشه با اونا ارتباط بگیرید یا همکارایشان اگر بودین میتونید سر از لینک کلیک کرده و معلومات به دست بیارید. و سوالات دیگه درباره وضعیت افغانستان اگر شما معلومات خواستین میشه که اینجا معلومات به دست بیارید. و همچنین معلومات درباره که چه کسایی واجد شرایط هست، چه مقدار کسایی تا حالا تخلیه شده و چه کسایی تخلیه خواهد شد میتونید از این بخش معلومات به دست بیارید. ما فعلا روی اینترپرتور یا کسایی که مترجم است سر از کلیک میکنیم. این صفحه باز بشه Information for Afghan Interpreter، معلومات درباره مترجم های افغانستان هست و میگه که شما اگر میخواین که ثبت نام بکنید باید این معلومات ارائه بکنید. تذکره شما باشه، پاسپورت شما باشه، اگر عروسی کردین نکاح خط شما یا تاریخ تولد خود شما و اولادای شما باشه. معلومات درباره فعالیت هایی که شما داشتین، چی فعالیت میکردید و همچنان تاریخ زمانی که شما فعالیت میکردین، در کجا فعالیت میکردین، در کدام مرکز فعالیت میکردین و همراه کیها کار میکردین در اینجا معلومات ارائه میکنید. و اگر امکانش هست باید تمامی سرتیفیکیت، تقدیرنامه ها یا اگر اسنادی از طرف پلیس میژن برای شما داده شده یا اینکه مثلا اگر کارت هویت مترجمی یا ترجمانی همراه شما بوده اونا را همراه خود داشته باشین و در همه اسنادی که با ما ارسال میکنید اتچ کنید. بر علاوه گفته شده شما باید اولادای خود همراه خود بیارین، کسایی باشه که زیر سن 18 باشه و از خانم یا همسر خود با خود آورده میتونید. روی گزینه نیدرلند ورلد واید کلیک کنید. این صفحه کانتکت نیدرلند ورلد واید باز میشه و شما میتونید به طور 24 ساعته با امور خارجه نیدرلند یا هالند تماس بگیرید. و همچنین شما میتونید با شماره تماسی که داده شده 31247247247 تماس بگیرین. باید داشته باشید که کسایی اگر در اروپا هست میتونه با این شماره راحت‌تر تماس بگیره ولی از افغانستان مصرف داره که بسیار قیمت و گزاف تمام میشه. همچنین گفته شده شما میتونید از طریق واتساپ با نیدرلند یا هالند تماس بگیرید. +31 6 82 38 8055 شماره واتساپ است. شماره را در تلفن خود ذخیره کنید و با اینا تماس بگیرید، تکست کنید، وضعیت خود را به همراهشان در میان بگذارید. و باید داشته باشین که اگر خواستین که روی از لینک کلیک کنید هم مستقیما شما را به ما واتساپ اینا وصل میکنه. و اما گزینه دیگه هم هست Using the contact form، یک وبسایت در اینجا باز میشه. اگر سر از کلیک کنید میتونید که اونجا خود ثبت نام بکنید. خلاصه ای که با هر کدام از این نهادها اگر شما تماس گرفتین، با این شماره تماس گرفتین، صحبت کردین یا اینکه مثلا از طریق واتساپ با اینا صحبت کردین یا اینکه از طریق لینکی که صفحه بعد باز میشه همراه اینا صحبت کردین، شما میتونید معلومات خود رو در اینجا شریک بسازین. مثلا خود معرفی کنید، تذکره، مشخصات نهایی خود با اونا شریک بسازید. خب مشخصا ما روی از لینک کلیک کردیم، به این صفحه باز میشه کانتکت فرم هست. در اینجا گفته شده که شما میتونید با ما تماس بگیرید 31247247247 و یا اگر تماس امکانش نبود شما این فرم پایین پر کنید و ما در اسرع وقت با شما ارتباط میگیریم. شماره تماس خود نوشته کنید، ایمیل آدرس خود نوشته کنید. در اینجا گفته شده which situation applies to you I am or will be traveling outside the Netherlands. میخوایم خارج از نیدرلند سفر بکنی. I will live or work outside the Netherlands. میخوایم به خاطر کار و تحصیلات خارج برم. I will travel to the Caribbean Netherlands. میخوایم که به داخل نیدرلند سفر بکنم. و در ادامه این را که سرش کلیک کردین یا اپلیکیشن باز میشه. خیلی شما چی میخواین؟ What is your question about؟ درباره چی میخواین؟ کرونا ویروس travel چک لیست هست. چک لیست سفر اینا، ویزا. شما اکثرا ویزا رو در اینجا درخواست میکنید. اگر ویزا گفتن یا آدر گفتن میشه در مورد اینا معلومات ارائه بکنید. What would you like to know؟ چی رو میخواید شما بفهمین یا چی رو میخواید شریک بسازین؟ اینجا معلومات درباره خود نوشته کن. مثلا من فلانی هستم، احمد ولد محمود هستم، کارمند بودم یا مترجم بودم یا همراه نیروهای هلندی کار میکردم. در اینجا معلومات خودم مثلا در چندین سطر نوشته میکنید و دلیل از اینکه شما در خطر هستید جزئیاتش هم نوشته میکنید. و بعد از اون تذکره خود شما نمبر تذکره را علاوه میکنید، پاسپورت خود علاوه میکنید، نکاح خط خود علاوه میکنید، در کجا شما وظیفه را اجرا میکردین، از کدام تاریخ بوده تا کدام تاریخ بوده و کدام فعالیت ها را شما انجام میدادید، در کدام بخش نظامی بوده و جزئیات خود در اینجا ارائه میکنید. و همچنین گفته شده سرتیفیکیتی که توسط اینترنشنال میلیتری برای شما داده شده باشه اونا را علاوه بکنید، سرتیفیکیت نمبرش، جزئیاتش. و اگر مترجم بودین شما میتونید آیدی کارت را که برای شما داده شده بود یا عکس نایی که داده بود میتونید اتچ بکنید. و باید داشته باشید که معلومات درباره اعضای خانواده شما هم علاوه شده، برای همسر شما باشه، زن یا شوهر، برای اطفال زیر 18 سال. در ادامه لوکیشن خود انتخاب بکنید، کشوری که موقعیت دارید و در آخر روی گزینه تیک مارک بزنید و کانفرم کلیک کنید. در صفحه بعدی باز میشه که در این صفحه شما میتونید که سابمیت بزنید یا اینکه چینج بکنید. سابمیت زدید اپلیکیشن شما ارسال میشه، اما اگر چینج زدید میتونید که تغییرات جدید سرازیر بیارید. مثلا یک مشکلی در اینجا هست که ما نتونستیم که فایل خود اتچ بکنیم در اینجا. در این صورت یک راهنمایی رو برای شما ارائه میکنم. به خاطر اینکه شما بتونید فایل خود اتچ کنید، ایمیل خود باز کنید و در بخش گوگل درایو مراجعه کنید. جایی که نام شما هست در این بخش کلیک کنید، مستقیما روی درایو یا گوگل درایو کلیک کنید. یک صفحه دیگه برای شما باز میشه مثل از این صفحه. شما فایل های زیاد مثلا در اینجا دارین، روی هر کدامش که کلیک کنید میتونید سرش راست کلیک کنید، گت لینک بزنید و همون فایل شما قابل شیر میشه با کسی که خواستین شیر کنید. و اینجا یک آپشن برای شما میگه که با چی کسی شما میتونید شیر کنید. restricted محدود میشه و اگر خواستید با anyone with the link بزنید شما میتونید که لینک کپی بگیرین و با نفر مورد نظر شیر کنید. مثلا من میخوایم یک فایل نو در اینجا وارد بکنم، upload file folder، فایل مثلا در اینجا upload میزنیم. مثلا من اینه آی 360 یک فرم است که انتخاب میکنم و میخوایم که همی به طور آنلاین لینک شبه هر کسی که شریک بسازم قابل دسترس باشه. خب این فایل آپلود شد و مشخصا برای من نشان داد که گفته یک نمونه فایل دیگه هم هست که بود فایلز آپلود میزنیم، سرزی کلیک کنید، مستقیما همون فایل باز میشه. میتونید حالا سرش گیت لینک کلیک کنید. در اینجا میتونید که restrict بردارید، anyone with the link، حالا میتونید که لینکش رو کپی بگیرین. حالا لینک کپی شد، در همون بخشی که ما میخواستیم روان بکنیم به اینجا پیست میزنیم. حالا اگر کسی سر از لینک کلیک بکنه یا ایره مثلا کپی گرفته در یک جای پیست بکنه، مثلا در اینجا گرفته پیست بکنه، مستقیما به همون سندی که ما برای زوا ارائه کردیم به همون صفحه راجع میشه. همین صفحه باز شد و اونا میتونه که به فایل ما دسترسی داشته باشه. امیدوارم که این معلومات برای شما دوستای گرامی مفید واقع شده باشه.